رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا، مستعد سفر شهر خدا کرد مرا. از گلستان کرم طرفه نسیمی بوزید که سرا پای پر از عطر و صفا کرد مرا. بیننده های عزیز تلویزیون جهانی آریانا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که امروز را هم در کنار فامیلای عزیزتان به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. الله متعال جل و علا شنه طاعات و عبادات همه ما و شما را در این ماه پرفیض و مبارک قبول درگاه خود بگردانه. جا داره تشکر کنم از شبکه مخابراتی افغان بی سیم، بزرگترین شبکه 4G در افغانستان، که حمایت مالی برنامه ضیافت رمضان امسال ما را به عهده گرفتن. قاریس فخرالدین نورزاد در استودیو با ما هستند و با تلاوت چند از آیات کلام الله مجید فضا را منور می سازند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون.
وبشر الصابرين. جزاک الله، تلاوت بسیار زیبا لذت بردیم. الله متعال برتان اجر نصیب بکنه. هر که قرآن او را انیس است، خداوند او را جلیس. با امید این که انیس با قرآن بمانید و روزگار بپایید. بیننده‌های عزیز، رقابت IPL سر از امروز آغاز میشه که در روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 2:30 قبل از ظهر، بعد از ظهر و از روزهای و 6:30 شام و در سایر ایام تا آخر ماه مبارک رمضان ساعت 6:30 شام به نشر میرسه و بعد از رمضان ساعت 6 بجه انشاءالله به نشر خواهد رسید. امیدوارم که بینندگی این مسابقات زیبا باشین. در این قسمت مهمان ما اسدالله سعید هستن. ازشان دعوت میکنم تشریف بیارن. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله. خوب هستین؟ صحت مبارک. بفرمایید. سلامت باشین. شکر. جناب سعید صاحب، ماه مبارک رمضان تا این دم بخیر سپری میشه. الحمدلله، فضل خداوند است. امید میبریم که الله متعال طاعات و عبادت همه ما و شما را به درگاه خودش قبول بکنه ان شاء الله. میشه جناب سعید صاحب ابتدا خود را کوتاه معرفی بکنین تا اینکه بیننده ها هم بیشتر بشناسن شما را؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام على امامنا و اسوتنا و قدوتنا رسول الله و على آله و اصحابه اجمعین. اسم ما اسدالله سعید است. اصالتا ما از ولایت وردک هستیم. تحصیلات را چی دوره مکتب بوده باشه، چی لیسانس بوده باشه و چی هم مستری بوده باشه، اینجا در کابل به پای اتمال رساندیم. خوب مکتب را در لیسه حبیبیه ختم کردیم. از دریچه مکتب آمدیم رشته شرعیات را به اساس ذوق و احساس مسئولیتی که در این بخش میکردیم انتخاب کردیم و الحمدلله لیسانس و مستری در شرایط داریم و در حقیقت دانشجوی علوم شرعی هستیم. یعنی اکنون هم ما می آموزیم و در امی بخش مصروف هستیم. افزون بر ای که مصروف کارهای دعوتی هستیم، یعنی کارهایی که مرتبط به رشته خود ماست، یک سلسله کارهای خیریه هم می کنیم. تیم ما برادرایی که ما در یک تیم هستیم، بنیادی داریم به نام بنیاد خیریه راهیان سعادت که الحمدلله در دریچه های مختلف فعالیت داره، از پرورشگاه و دارالایتام گرفته تا زمینه سازی مطالعه رایگان، کتابخانه رایگان با محصلین. یعنی میخوایم در دو بود خیلی فعالیت داشته باشیم. یکی بودی که طبعا وقتی یک کسی گرسنه باشه او فکر کردن نمیتونه، هم میخوایم که از لحاظ فقر کار بکنیم تا درد از دردهای جامعه خود را بتونیم انشاءالله که کمتر بکنیم، اگر نمیتونیم همیشه از بین ببریم. از طرف دیگر چون ما در عصر زندگی میکنیم که عصر علم است، طبعا عصر تکنولوژی هست، فناوری هست، ما به اساس امو توانایی که داریم در بنیاد خیریه راهیان سعادت از طریق برنامه های مختلف، کانفرانس ها، سیمینار ها، ورکشاپ ها و بالاخره کتابخانه هایی را که
مهیا کردیم. جوانان میاین و به صورت رایگان از درس ها و برنامه های ما استفاده میکنن. بسیار عالی. این کتابخانه های شما در کجا هستن؟ در ولایت هست یا در مرکز؟ تا فعلا فقط ما در کابل کتابخانه داریم، هم به طبقه ذکور و هم به طبقه اناث، که البته تمامی دریچه هاشان با حفظ امو قوانینی که آن چیزی که مطابق با فرهنگ افغانی، عرف افغانی و تعالیم دین مبین اسلام هست. یکی کتابخانه ذکور هست، دیگری هم کتابخانه اناث هست. کتابخانه ذکور به نام کتابخانه شهید دکتر محمد عیاض نیازی مسما کردیم که در کدسنگی هست. آمین، الله متعال مغفرتشان بکنه. و کتابخانه ایناس که هست، او هم در همون محوطه کدسنگی است، به نام کتابخانه بانوان آیت. بسیار عالی، بسیار عالی. روزانه به چی تعداد برادرها و خواهرها مراجعه میکنن به خاطر مطالعه کتاب؟ خب تعداد مختلف می باشه، یعنی ما اگر تعداد دقیقش را نتونم بگویم، میتونم که به ده ها تن، به ده ها نفر میآیند کتاب مطالعه میکنن. و البته زمینه طوری است که برخی میتونن کتاب را وقتی عضویت کتابخانه را بگیرن با خودشان ببرن و در خانه های خود هم استفاده بکنن از اون کتاب هایی که ما برشان آماده کردیم. کتاب ها در بخش های مختلف است، از شریعت گرفته، از تاریخ گرفته تا ریاضیات، تا کامپیوتر ساینس، تا انجینری و تا طب. دوستا و برادرای ما، خواهرای ما میتونن که استفاده بکنن. یعنی تنها برای طیف خاص یا طبقه خاص که محصلین پنزه شرایط باشن یا شاگردای دارالعلوم باشن، برای از اونا نیست، برای همه یه طبقه و قشرها هستن. دقیقا تشکر. بیننده های عزیز، صحبت های ما با جناب سعید صاحب ادامه خواهد داشت، ولیکن حاضر وقفه کوتاه و دوباره زود برمیگردیم. با ما باشین. شما را دوباره خوش آمدید میگیم به ادامه برنامه ضیافت رمضان از تلویزیون جهانی آریانا. مهمان ما سید سعادت صاحب هستن. جناب سعید صاحب، میشه که در رابطه با فعالیت هایی که شما گفتین در پهلوی از اینکه ماشاءالله فعالیتی در بخش مطالعات دارین و زمینه را مساعد ساختین، فراهم ساختین که هموطنان ما بتارن بیاین مطالعه بکنن، کتاب ها را بخوانن، در پهلوی ازی میشه که در رابطه با بنیاد خیریه هم صحبت های داشته باشین که بنیاد خیریه چی کسا را کمک میکنین، به چی شکل کمک میکنین، چگونه کمک میکنین، کمک را از کجا جمع‌آوری میکنین؟ یک سوال بسیار مهم و بنیادین هست. در حقیقت بنیاد خیریه راهیان سعادت با در نظر داشته می وضعیتی که فعلا هست، متاسفانه ما در جنبه های مختلف فعالیت داریم. یکی کمک های آنی و فوری هست که امو طبعا بسته های مواد غذایی. ما در این ماه مبارک رمضان هم دور نخستش گذشت، در دهه اول، به دهه دوم و دهه سوم هم خانه های را که سروی میکنیم، پس از اینکه یک سروی دقیق تیم امو سروی ما میکنه، برزو امرایشان کمک میکنیم. یعنی کمک های آنی و فوری است که برخی خانواده ها به کمک ها نیاز داره، ما نیاسنجی میکنیم و به اونها بسته های مواد غذایی را آماده میکنیم. این به طور عاجل هست، این اضطراری هست. مثلا میتونم اگر فیلم مثل بگویم، وقتی که متاسفانه سیلاب بسیار خطرناکی که در ولسوالی خوشی آمده بود در ولایت لوگر، تیم ما در اونجا رفت و در اونجا باز چون نیاز دیدیم که باید پول توزیع میشد، کمک های نقدی را توزیع کردیم. بعد از مشکلی که متاسفانه در ولایت هرات آمد، تیم ما اونجا رفت و بعد از او که سروی دقیق صورت گرفت، الحمدلله ما تانستیم که با هموطنان خود در اونجا کمک را برسانیم. فعلا هم یعنی در موسم های مختلف امی کمک های ما جریان داره. این چیزی است که نامش را شما استراری گذاشتین. بله، امو کمک های استراری آنی فوری. ولی از یک طرف دیگر خب این کمک است شاید دو هفته و یک ماه درد یک هموطن ما را دوا بکنه. چگونه ما میتونیم کمکی را بکنیم که دوامدار باشه، نتیجه از او که از در دراز مدت میتونه به ما بده؟ اینجا باز ما چیزهای مختلفی داریم. یکی به طور مثال آن از جوانانی که میخواین تحصیل بکنه، برخی از جوانانی داریم که میخواین تحصیل بکنه، آرزو و شوق تحصیلات عالی را داره، متاسفانه به اساس مشکلات اقتصادی که اونها دارن نمیتونن تحصیلات عالی بکنه. ما به اونها بخش های اسپانسرشپ داریم که اونها را اسپانسر میکنیم و طبعا مصاحبه ها صورت بگیره و شناسایی باید بسیار دقیق بوده باشه، چون ما قرار است بالا که سرمایه گذاری بکنیم باختر امی جامعه خود و این باید فردا به درد همین کشور بخوره. بنان یک بخش ما همین است که جوانایی که میخواهد درس بخونه ولی مشکلات اقتصادی داره، امر اینها ما همکاری میکنیم. از طرف دیگر خب کسایی داریم که متاسفانه به اساس مشکلات مختلف، چه آفت طبیعی بوده باشه، چه حادثه بوده باشه، ما یتیمان داریم در همین کشور خود. یک پرورشگاه و دارالایتام میره
تأسیس کردیم که فعلا الحمدلله نوجوانان در اونجا مصروف هستند. اینا در پهلوی ازی که برشان درس داده میشه، در پهلوی که برشان مواد درسی مختلف آماده میشه، طبعا آن چیزی که مواد غذایی باشه او هم برشان آماده میشه. یعنی جنبه های مختلف را ما تحت پوشش قرار میدیم. صحبت های ما به امرای سعید صاحب ادامه خواهد داشت، چون موضوع دارالایتام یکی از موضوعات کلان هست که باید روش بیشتر بحث بکنیم. بیننده های عزیز، برنامه ضیافت همه روزه یکی از فامیل های بی‌بضاعت را دستگیر می باشه. امروز هم خانم شایما هستن که میریم به بستگی تصویری که همکاران تکنیکی آماده کردن بیشتر با زندگی این خانم آشنا میشیم. نامم شایما است. دو دانه طفل دارم. شیم کراچیوان است. کارا که شیم نمیشه. شیم کراچیوان است. این میوازی خانه است. چیزی بخوردن ندارم. 2000 کرای خانه را میتم. 2000 کرای خانه میتم. این می روزگار خانه است. چیزی بخوردن ندارم. این دیگه این می پاشاو گای گوشنه روزه میگیرم، چیزی بخوردن ندارم دیگه، اینمی گفتنی و دیگه. ما کسی که توانایی داره در ماه مبارک رمضان که به ما یک کمک کنن، این چیزی چیز نداریم بخوردن دیگه، اینمی توانایی است. خدا اجر نصیبشان بگردانه. کسی که نان که بخوردن ندارن برشان کمک کنند در ماه مبارک رمضان، خدا از را نصیبشان کند، ثوابشان میشه، خیر ببینند. ای که دستت میرسد دستی بگیر. امروز ما دستگیر افراد نیازمند باشیم تا الله متعال جل و علا شنهو در روز قیامت دست ما را بگیره. خانم شیما، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. خوب هستین مادر جان؟ زنده باشین، خوب باشین. مادر جان، شوهر چی کار میکنه؟ این بزین شوهرکم کاراتیوان است. گاهی میشه، گاهی نمیشه. شوهرکم کجا کار میکنه؟ این دمی کراتیه می یک تیره کار میکنن، گای میشه گای نمیشه. در کجا کار میکنن؟ در نمی بین شهر می کنن. در بین شهر کار میکنن. چند اولاد دارین؟ دو اولاد دارین. چند سال هستن؟ یک و نیم ساله، یک دو ساله هستن. یکیش یک و نیم ساله و یکیش دو ساله. خانه کرایی است؟ کرایی. چند کرا میتین؟ 2000 کرا میتین. بازی کرای ازیر ماوار پیدا کرده میتونین؟ نه دیگه، گای میشه و گای نمیشه دیگه. هم متده مشکلات هستن دیگه. خداوند مشکلات را حل بسازد. بیننده های عزیز، بنیاد بیات مبلغ 6 لک افغانی را تا آخر ماه مبارک رمضان در نظر گرفته که سهم امشب خانم شایما مبلغ 20,000 افغانی هست که میتونن از طریق خدمات پولم افغان بیسیم برداشت بکنن. شما هم میتونین که با یک قطع عکس و تذکره تابعیت در خدمات پولم افغان بیسیم حساب افتتاح بکنین، با واسطه ازی پول صرفیه های برق را تحویل کنین، اجناس خریداری کرده و پول نقد برداشت کنین. و همچنان میتونین دفاتر میتونن که معاشات کارمندای خود را از طریق پولم افغان، خدمات پولم افغان بیسیم پرداخت بکنن. ما یه کارت را که مبلغ 20,000 افغانی هست با پولی که سعید صاحب آوردن با یک جا کرده برای خانم تسلیمش میکنیم. امیدوارم که بتانه این مقدار ناچیز حلال مشکلات اینها باشن، یا حداقل بتانن با واسطه از یک سرمایه کوچکی را بسازن تا اینکه زندگی خود را به پیش ببرن. تشکر جناب سید صاحب. مادر جان، این پول را بگیرین، انشالله که مشکلاتتان حل شوه بخیر. خداوند خیر دامت، خداوند عطا بفرمایید. بیننده های عزیز، به طرف یک وقفه کوتاه میریم و دوباره زود برمیگردیم. با ما باشین. دوباره خوش آمدید میگم شما را به ادامه برنامه ضیافت رمضان از تلویزیون جهانی آریانا. مهمانای ما هم
تشریف آوردن، خصوصا مهمان کوچک ما یاسر جان. سلام. سلام یاسر جان، خوب هستین؟ سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت تمام بینندگان عزیز که ما را از تلویزیون آریانا تماشا میکنند. تشکر. و علیکم السلام، زنده باشین. تشکر. امروز روزه خو گرفتی؟ بله. چند روزه روزه گرفتی؟ من؟ ما ماشاءالله. در جمله پنج روز امروز هم است. اولین طفلی که امسال روزه ماه مبارک رمضان را گرفتن و هم یاسر جان امروز که خودشان هم روزدار هستند، به این روز جمعه مهمان ما هست و این برکت هستند انشاءالله، که امید هست که با دعاهای یاسر جان خداوند بالای ما هم مرحمت بکنه انشاءالله. ببینیم که امروز برای مهمان عزیز ما سعید صاحب و یاسر جان توتاخیل صاحب چی آماده کردن. توتاخیل صاحب آمدین؟ بله. سلام. سلام. سلام علیکم. علیکم سلام. صبح خوب هستین؟ خوب هستم. خوش آمدید میمان عزیز. خوب هستین؟ همچنان سلام خاص به کوچه میمان کوچک ما. خوب هستین؟ صحت داری؟ یک سلام خاص به بیننده های جهانی تلویزیون آریانا، خدا کنه تا این دم خوب و صحت و سر حال باشن. پوپل عزیز، امروز باز هم طبق معمول غذای مختلف رستوران گلکسی آماده کردن، که غذای به نام چکن استیک است که غذای امریکایی است، که چکن استیک است سر کوره یا موچی گریل میشه پخته میشه. چکن منچوریان داریم. چکن منچوریان ما غذای چاینیز است که گوشت مرغ است بدون استوانه است و همراهش چلو است. و یک غذای چاینیز دیگه هم داریم که به نام گارلیک رایس برنج سیردار که مکمل متم و یا مزه ذائقهش از سیر میده. و دیگه بالوش غذای فاست فود داریم که چکن پاپکورن است، به نام چکن پاپکورن دارد سخاری میشه و در روغن سرخ میشه. و سالات اسپیشال گلکسی داریم که گوشت مرغ داره، سالات میوه داره و ترکاری باب و ماینوز کل چیز میکس داره. و باز هم سوبی داریم، سوبی ترش داغ داریم و همچنان دو و چای زعفران. تشکر. خدا کنم مهمان عزیز خوششان بیه. امروز زد و برون برشان. چیز خاص برای مهمان کوچکی ما چی آوردیم؟ خب یکی چکن استیک است و یکی هم سپیشل سالاد برشان. و همچنان بخاطر مهمان کوچک ما زیادتر که میخورن چکن پاپکورن زیادتر دوست دارن. بله. که من چکن پاپکورن زیادتر خوش دارم، بخاطر از واس شما چکن پاپکورن. تشکر. زنده باشین. تو تخیل سب بشینین و ما یک جای انشالله افطار میکنیم. تشکر میکنم از رستوران گلکسی که تا آخر ماه مبارک رمضان غذای افطاری ما را تهیه و تدارک میبینن. جناب سعید صاحب، شما گفتین که در پهلوی از اینکه خدمات بنیاد خیری که دارین، اینکه در پهلوی از اینکه محصرین را شما اسپانسر میشین، یک دارالیتام هم دارین. میشه که روی بحث دارالیتام هم صحبت های داشته باشین که این دارالیتام شما چه خصوصیات داره، چگونه افراد را میپذیرین، برنامه تعلیمی و تربیتی بر از اینا چی در نظر گرفتین؟ بسیار خوب، یعنی بسیار خوب میشه که من این معلومات را همراه بیننده های عزیز شریک بکنم، بخاطر که در اخیر من شاید یک خواسته از کسایی که ما را میبینه هم داشته باشم. بنیاد خیری راهیان سعادت در ایتامی که داریم یا پرورشگاهی که ما ساختیم، البته ما در اونجا اطفالی که تحت پوشش قرار میگیریم، اونا را که تحت سرپرستی هستن به نام قهرمانان کوچک اونا را مسما کردیم، تا به نحوی امو حس بلند پروازی و حس اعتماد به نفس و اینها بالاخره مثل اطفال دیگر و مثل نوجوانان دیگر میتونن کار بکنن، میتونن درس بخونن و به آرزوهای خود برسن. زیر امیل لقب قهرمان کوچک ما اونها را جمع کردیم. دارالایتام ما یک سالش سال امتحانی بود یا آزمایشی بود. بیشترین چیزی که ما سرش تمرکز داشتیم بود که امو خطه یا پلان درسی یا نصاب که ما به اینها آماده کردیم که طبعا در همخانی یا موازنه داره با بخش زیادش با نصاب که ما در معارف داریم و افزون بری ما نصاب تقویتی که بر اینها داریم. یک سالش سال امتحانی و آزمایشی بود که سال که گذشت و بیشترین تمرکز ما این بود که چگونه ما سر کیفیت اینها باید کار بکنیم، چگونه ما بتونیم از اینها از این یک سال که میگذره درسای را بگیریم تا بر سال بعدی که امسال ما بوده باشه او را تطبیق بکنیم. نقاط ضعف کجا بود، نقاط قوت کجا بود، کجای کار میلنگید و کجا بالاخره نقاط قوت بود که روی زود دیگه هم ما باید کار بکنیم. امسال که ما الحمدلله دومین سال دارالایتام یا پرورشگاه آیت هست، در پهلوی از اینکه ما نصاب معرف را تطبیق میکنیم، نصاب چی هم داریم، تقویتی هم داریم.
حال کسانی که فکر میکنن در امی جامعه کسانی هستن که یتیم هستن، یک اولین کتگوری یعنی یتیم هستن و مستحق هستن، میخوان در اینمی پرورشگاه آیت که جزء بنیاد راهیان سعادت هست درس بخوانن یا شامل شوند، امروز ما تماس بگیرن. نخستین این است. تیم ما سروی میکنه و دقیق میره امرایشون مصاحبه میکنه، امرای خودشان، امرای اولیایشان، اگر مادرش باشه، کاکایش باشه، پدر کلانش باشه، مصاحبه میکنه. بعد از اینکه دو سه پروسه و مرحله است از او که گذشتن، باز اونها جذب پرورشگاه میشه. یک طبقه کسانی هستند که یتیم هستند، دوم کسانی هستند که پدر و مادرش زنده است، حیات داره، اما متاسفانه اطفال کارگر هستند. اینها به جای که برن درس بخونن، مکتب برن، کورس برن، یک چیز را یاد بگیرن، مشغول کسب و کار در جاده ها و خیابان ها هستند. بنان نه تنها که ایتام را شامل میشه، آن در اطفال بی بضاعتی که مشکلات اقتصادی مانع رسیدن به دانش و علم شده، آنها را هم ما جذب میکنیم. حال کسانی که اگر میبینن که امی مشکلات را آنها هم دارن، با بنیاد خیری راهیان سعادت تماس بگیره، ما انشالله در خدمتشان هستیم. شکر، سلامت باشین، خداوند شما را اجر نصیب بکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث ارشاد میفرمایند که انا و کافل الیتیم که هاتین فی الجنه، من و کسی که سرپرستی از یتیما میکنه مانند این دو با هم نزدیک در روز قیامت و در جنت هستیم. چقدر خوب هست که ما و شما هم هر کدام ما توان داریم بتانیم یک دست شفقت بالای یتیما بکشیم، تا ای که اونا هم آینده سازای این کشور هستن، خدای ناخواسته با بیراهه سوق داده نشن و به بیراهه نرن. یاسر جان، امروز گشنه نشدین شما؟ نخیر. خب دق نبیارین. نگفته نمانه که یاسر جان پسر کلان قاری سپسیار جمالی هست. قاری سپسیار جمالی که ماشاءالله حنجرت نعتخان، حنجرت طلایی افغانستان، که همه ما و شما مطمئنن او را دوست داریم و در قلبهای همه ما و شما جای داره. و یاسر جان امروز هم یک نعت بسیار زیبایی را آماده کردن که با هم یک جا انشاءالله بعد از افطار خواهیم شنید. یاسر جان، به مکتب هم میرین؟ بله. صنف چند هستین؟ صنف هشت مکتب. ماشاءالله صنف هشت هستین. نعتا را از پیش پدر جان حتما یاد گرفتین؟ بله بله، درس میگیرم. درس میگیرین؟ بله. چقدر وقت میشه که تمرین شروع کردین به اونای پدر جان؟ دو سه ماه میشه. دو سه ماه؟ بله. ماشاءالله ماشاءالله. باز گای گشتوی هم میتن؟ نه خیر. نمیتن؟ خب. روزا را که میگیری تقسیمات جور کردی؟ بله بله، یک روز بعد میگیرم. کدام روز بگیرم کدام روز نگیرم؟ بله بله، یک روز بعد میگیرم. یک روز بعد میگیری؟ خب خب. اینطور نشده که نیم روز گوش نشه و باز بگویی بیا پینه میکنه میشه؟ نه نه. خب. گناه دارم. سحری میخیزی؟ بله. در ماه مبارک رمضان کدام وقتش بسیار برات خوشایند است؟ کل وقتش بر ماهید است. کل وقتش برات خوشایند است؟ بله. باز بسیار زیاد که خوب به تو کیف میکنه، لذت میبری، کدام وقتش؟ سحری، افطاری؟ نه، افطاری. افطاری؟ بله. خواه خواه خواه. تو داخل سیم؟ بله سیم. شما هم حتما در ماه مبارک رمضان وقتی که طفل بودین خاطرات شیرین از طفولیت با یادتان هست. امیاری که ما به همراه یاسر جان جمالی صحبت میکردیم، خاطرات طفولیت خود شما با یادتان میامد از اولین روزایی که روزه میگرفتین؟ بله استاد عزیز، پیش از او که ما روزه نمیگرفتیم، یعنی روزه سر ما فرض نبود، خاطره جالبی است که زمانی که کلگی فامیل از خواب بر میخواستن، باز ما یک کنج یا دالیز یک جای مشخص میشه، اونجا کلگی فامیل جمع میشد، باز اونجا سر ما رو بلند میکنی، از کمپل بلند میکنی، باش کال ما با خاطر سحری که باش حال ما رو صدا میکنن، حال صدا میکنن دیگه، یکی بیادر یا پدر یا دیگه صدا میکنه چپ خوشو که تو نمیشه، سو با بزور میخیسیم یک جنجال اگر هم میخیسیم. خب بالاخره بعد از اون که به سند رسیدیم که بالاخره شد که روزه رو هم گرفتیم، اما یک وقتی بود که بسیار خوشایند بود. بله بله، یعنی خدا قبول کنه اگه حالت خوب، وقت خوب، خاطره خوب بود تیر شد. بله بله، دقیقاً سراسر زندگی خاطره است. بله. از بدی هایش آدم تجربه میگیره، از خوبی هایش یعنی یک خاطره جاویدانی میمانه که همیشه آدم خوش نگه میداره.
دقیقا وقتی که خصوصا ماه مبارک رمضان میشه سه مرحله بسیار خاص داره. یکی ختم تراوی بسیار لذت بخش است، نه خصوصا آدم وقتی که طفل میباشه بسیار دوست داره که برای شرکت بکنه در ختم تراوی و بسیار کیف میکنه، آدم لذت میبره، خصوصا در گذشته ها که ختمایی بودن پنج شوه و ده شوه و اینا، یعنی قارچی آباد در ده شب ختم میکردن، حتی در سی شب ختم میکردن و اینا، بسیار طولانی و کیفناک و لذت بخش بود. و همچنان یکی از خاطرات دیگه اینمی وقت سحری هست در ماه مبارک رمضان، که همیشه در ماه مبارک رمضان ما هم که طفل بودیم بسیار دوست داشتیم که در سحری بیدار شویم، سحری بخوریم، هرچند یعنی غذای معمولی می باشه، ولی که نمی بیدار شدن، نفسی بیدار شدن و شرکت کردن در سفره سحری خودش یک لذت خاص را داره و آدم احساس کلانی میکنه، بزرگی میکنه که ما کلان شدیم دیگه، سحری میخیزم. و حتی گاهگاهی هم میشه که وقتی که ما طفل بودیم، یعنی شاید همه اطفال وقتی که سحری میخیزن باز بر دیگه طفلا میگن در سن سال خود من امشب سحری خیستم، تو خیستی یا نخیستی چطور، یک بسیار لذت بخش است. و خصوصا اولین افطاری که آدم میکنه این خاطر انگیزترین افطاری زندگی ما میباشه، که امروز هم خوشبختانه ما یاسر جان جمالی را در برنامه داریم که افطار خود را با ما میکنه و اولین سال روزش است و مطمئنن که این یکی از خاطرات همیشگیش شاید بانه و ما اگر ریسفت شویم اینا یادآوری بکنن. بیننده های عزیز آهسته آهسته میریم به طرف لحظه شماری برای افطار و آذان. از دعاهای نیکتان ما را فراموش نکنین. الله متعال جل و علا شانه طاعت و عبادت و روزه و نماز و ذکر و اذکار همه ما و شما را در این ماه پرفیض و مبارک قبول درگاه خود بگردانه. تشکر میکنم از مهمان های خیلی ها عزیز که امروز دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه تشریف آوردین. بسیار تشکر از دعوت شما. سلامت باشین. خیر باشین. زنده باشین. تشکر. بیننده های عزیز حاضر وقفه کوتاه داریم و دوباره زود برمیگردیم. با ما باشین. تشکر از این که تا این دم بینندگی برنامه ضیافت رمضان از تلویزیون جهانی آریانا بودین. قاری صاحب احمد یاسر جمالی در استودیو تشریف دارن و نعت زیبایی را آماده کردن، با هم یک جا میبینیم و بشنویم. همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه سال حج نبودن، سفری جاز کردن، به خدا که هیچ کس را سفر آنقدر نبخشد که بروی نامیدی در بسته باز کردن. ای که احسان بر فقیران می کنی، آخرت را سبز و بستان می کنی، دست یاری بر یتیمان می دهی، التفات بر غریبان می کنی، دست که تا دست تو گیرد خدا، یار و یاور باش با هر بینوا، دست گیر تا دست تو گیرد خدا، یار و یاور باش با هر بینوا، هر کجا دادی شنیدی داد رست، بر هر فریادی فریاد رست، شیوه مردانگی کن اختیار، یاد کن از آن که بر باد است همیش، دست گیر تا دست تو گیرند خدا، یار و یاور باش با هر بینوا، دست گیر تا دست تو گیرند خدا، یار و یاور باش با هر بینوا، حق چو بیند کمک و امداد تو، می رسد هر جا به هر فریاد تو، می برارد هر دم حاجات تو، می دهد پاداش بر اولاد تو، دست گیر تا دست تو گیرد خدا، یار و یاور باش با هر بینوا، دست گیر تا دست تو گیرد خدا،
بر باد استمش، غرق ناداری و فریاد استمش. ای که دایم شادمانی با عیال، یاد کن از آن که بر باد استمش. دست گیر تا دست تو گیرد خدا، یاری آور بانج با هر بینوا. ای جمالی هر دم آگاه باش، روز و شب در ذکر الله باش. خدمت مخلوق الله را بکن، با فقیران هم رو و هم را باش. هزاران درود و هزاران سلام زما بر جناب محمد علیه الصلاه و السلام. تشکر، بسیار زیاد زیبا، کیف کردیم. خداوند شما را اجر نصیب بکنه، انشالله بخیر بزرگ شوین و بخیر انشالله شاهد پیشرفت های زیادتان باشیم انشالله. بیننده عزیز تشکر میکنم از این که تا این دم بیننده برنامه خودتان، بیننده برنامه ضیافت رمضان از تلویزیون جهانی آریانا بودین. و همچنان تشکر میکنم از شبکه مخابراتی افغان بی سیم، بزرگترین شبکه 4G در افغانستان، که حمایت مالی برنامه ضیافت رمضان امسال ما را به عهده گرفتن. این بود داشته های برنامه امروزی که خدمت شما عزیزان تقدیم کردیم. تا فردا که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به الله بی نیاز میسپارم. روز و روزگار خوش داشته باشین. دعوتتان میکنم تا بیننده برنامه IPL باشین.